افزایش آدمربایی ها و سربریدن 7 مسافر ربوده شده از سوی داعشیان در ولایت زابل از رویدادهای تکان دهنده سال 2015 میلادی استند. اما شهروندان کشور هنگامی خشمگین شدند که داعشیان 2 زن و 2 کودک را سر زدند. شهروندان خشمگین جسدهای سربریده این مسافران را بر شانه کشیدند و در حین حرکت بی پیشینه تا کاخ ریاست جمهوری انتقال دادند. مرده با داعش، مرده با طالبان. این تظاهرات که گسترده‌ترین تظاهرات در تاریخ افغانستان در برابر حکومت گفته می شود، واکنش‌های مسئولان حکومتی و نهادهای بیرونی را نیز در پی داشت. متاسفانه نیروهایی که احترام به قوانین بین‌المللی جنگ و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه ندارن، افراد ملکی را گروگان میگیرن که دو اطفال است، دو زنا است، دو پیرمرد است و مردمای مسافر است. یعنی او در هر گوشه افغانستان که شوه گپ غلط است و یا کار نادرست است. مخالفان مسلح که در آغاز سال 2015 میلادی 31 مسافر را از شهرهای هرات، قندهار ربوده بودند و 19 تن آنها را پس از چند ماه با شماری از کودکان داعشیان تبادله نموده بودند، اما 11 مسافر دیگر را پس از سربریدن این 7 مسافر از بند رها کردند. رسانه ها خیلی چیزا گفتیم تا از هر طرف من تهدید هستم، به این خاطر من نمیتونم، اصلا خانواده من را دیگه اجازه نمیده که من جای دور سفر کنم. به این خاطر دیگه من تصمیم دارم درس خدا به میخو کابل چی کنم، ادامه تحصیل کنم. آگاهان حکومت را به بی‌پروایی در تامین امنیت شهروندان متهم می‌سازند. متاسفانه گروگان‌هایی هم که ضایع شدند و قربانی شدند نتیجه کمکاری و بی‌توجهی مسئولین امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی برای نجات بود. وزارت امور داخله این گروگانگیری ها را به داعش نسبت می دهد و می گوید که در حدود 110 تن در سال 2015 میلادی از سوی گروه های هراس افغان به گروگان گرفته شدند. با تاسف که 21 نفر به شهادت رسید، اما اکثریتشان سرافرین و همتی افغانستان نجات داده شد. اما گزارش ها نشان می دهند که هنوز هم چند تن در بند مخالفان مسلح هستند و مخالفان مسلح هنوز هم به گروگانگیری ها از غیر نظامیان ادامه می دهند.